خدت مخالف، بفرما مخالف. السلام عليكم. عليك السلام. آی الله یاری؟ بفرما چی فرمایش داری؟ الله یاری، می‌خواستم ببینم که در قرآن کریم آمده که در سوره توبه آیه 100 ما می‌خوانیم که خداوند از حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان آیه را بخوان، آیه را بخوان، اسم ابوبکر و عمر را نشان بده اونجا. اسم ابوبکر و عمر نیامده. خب کس کجا فهمودی که ابوبکر و عمر؟ آیه را پس بخوان، وجه دلالت آن بر ابوبکر و عمر را برای ما بیان کن. آقای الله یاری، آیه شریفه می‌فرماید که السابقون المهاجرون من الاولین و اصلا آیه را تو خواندن آیه را غلط خواندی، اصلا آیه را غلط خواندی. آقای الله یاری، شما آیه را چیکار دارید؟ اونجوری را ما قاد میگم چی میگوید؟ خب من آیه را کار دارم، آیه را غلط خواندی. خب آقای الله یاری، شما برو اول آیه را یاد بگیر، خواندنش را بعد بیا استدلال کن. آقای الله یاری، آخه شما ما فقط میزنیم، شما قطع میکنیم، من میخوام جواب ما رو بدی. شاید چیه شما که اصلا آیه را خواندنش بلد نیستی، شما چطور میخوای از آیه استدلال کنی؟ سوال ندارم، وقت تفسیر مدتی پدر مادر من رو روان نکردم مدرسه. خب شما برو عالم دینت رو بیار. پس شما که خودت میگیم به بی سواد هستی، پس استدلال نمیتونی بکنی. عالم دینت رو بگو زنگ بزنه. دین ما، علمای دین ما سکوت میکنن، میگویم شاید ما شیعه شدیم. خب شیعه بشو دیگه، بهتره دیگه. شما این آیه رو به ما جواب بدید، علمای ما میگن دلالت بر حضرت ابوبکر. حالا شما جواب بده، وجه دلالتش بر ابوبکر و عمر رو بیان بکن، من گوش میکنم. وجه دلالتش که آیه میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بالاحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. و این آیه میفرماید که اولین کسانی که ایمان آوردن از مهاجرین انصار، و در روایت داریم که حضرت ابوبکر رضی الله عنه 51 کسی بود که ایمان آورد. خب والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل آیه مبارکه ببین، کسانی که واقعا ایمان آوردند، کسانی که واقعا ایمان آوردند مقصود اونها هست. بله، اما کسی که ایمان نیاورده، بله، و به دروغ تظاهر به ایمان کرده، منافقین اونها را شامل نمی شود. با چه دلیلی میگویی که حضرت ابوبکر به دروغ ایمان آورده؟ روایتی داریم؟ مثلا حالا ادلهش خیلی زیاده، ادلهش خیلی زیاد. از جمله اموری که دلالت میکند که ابوبکر منافق بوده، فرار او در جنگ هاست. اگر کسی که حالا گوش کن دیگر، گوش کن، من سوال کردی من جواب بدم. از جمله ادله ای که دلالت میکنه ابوبکر منافق بوده، ادعا کرد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خلافت را، و در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه او را خلیفه نصب نکرده بود، وهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام صحابه را امر کرده بود که از اهل بیت علیهم السلام پیروی بکنند. انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این بهترین دلیل نه تنها این که ابوبکر ایمان نیاورده، بلکه اصلا کافر بوده میباشد. چون وقتی که خداوند متعال و حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام مردم را امر کرده از اهل بیت علیهم السلام پیروی بکنید، من اطاع علی علیه السلام فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی، ببین این حدیث صحیحه، من برات نشان میدم. این حدیث بیان فسق ابوبکر میکنند. حالا گوش کن خدمت شما، من قطع نکردم، شما گوش کن دیگه، شما صبر کن، من گوش قطع نکردم، شما بذار که من صحبت کنم. بله دوستان عزیز بیننده، این روایت را ملاحظه بفرمایید. بله، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، طبع دار الفكر جزء ثالث صفحه 334، روایت 4675. حاکم میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد. 4675، 4675 وافقه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال صحيح. پس هم ذهبی و هم حافظ حاکم نیسابوری میگن حدیث صحیح. حدیث چیه؟ 4675. ان ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله، رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم فرمودن من اطاعني فقد اطاع الله و من عصاني فقد عصى الله. هر کسی که از من اطاعت بکند از خدا اطاعت کرده، و هر کسی که از من نافرمانی بکند از خدا نافرمانی کرده. و من اطاع علی علیه السلام فقد اطاعنی و من عصا علی علیه السلام فقد عصانی. و هر کسی که از امیر المؤمنین علیه السلام اطاعت بکنه از من اطاعت کرده،
و هر کسی که از امیر المؤمنین علیه السلام نافرمانی بکند از من نافرمانی کرده. پس این واضح و آشکاره که در حیات خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طاعت امیر المؤمنین علیه السلام بر تک تک آحاد امت صحابه همگی واجبه. اطاعت از امیر المؤمنین علیه السلام عین اطاعت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اطاعت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عین اطاعت از الله تبارک و تعالی. عصیان امیر المؤمنین و نافرمانیشان عین نافرمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و نافرمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عین نافرمانی پروردگار عالم. پس امیر المؤمنین علیه السلام در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله واجب الطاعه است. پس حالا کسی که در وقتی که واجب الطاعه است تقدم بر ایشان، کسی که خودش را میگه که نه باید امیر المؤمنین علیه السلام از من پیروی بکند، این واضح و آشکاره که او مخالفه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و او عاصی نسبت به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. احادیث متواتره دیگر، من کنت مولا فهادا علی علیه السلام مولا، هر کسی که من آقای او هستم امیر المؤمنین علیه السلام آقا و مولای اوست، اینها هم صریحه که کسی حق تقدم بر امیر المؤمنین علیه السلام را ندارد. خب ابوبکر ادعای خلافت کرده، ادعای جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرده و در حالی که هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر جانشین خود تعیین نکرده، بعد در بالای امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده علی ولی کل مؤمن من بعدی. این بهترین دلیله که ابوبکر هیچ وقت مؤمن نبوده و میشه ابوبکر اصلا اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نکرده و اگر مسلمان می بود این چنین مخالفت با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی کرد. بله خود شما تلفن شما را قطع کردید، من قطع نکردم.